سلام و خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. توی این ویدیو قراره که با هم دیگه بریم پارت 4 مایکلاب رو بازی کنیم، اما نفر قراره که با کیت کلاسیک تیم ملی ایران بریم و با بازیکنای جدیدی که 20 پک باز کردیم با اونا بریم و بهترین چالنجی که داخل این ویدیو هستش ما گل میزنیم داخل این ویدیو، اما قراره که فقط و فقط از پشت محوطه جریمه گل بزنیم، یعنی حق نداریم داخل محوطه جریمه حریف نزدیک بشیم و باید هر جوری گل میزنیم از پشت محوطه باشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، برای انرژی دادن لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث انرژیه. بریم سراغ بازی. آقا حریفمون یه عراقی بهمون افتاده و بازی ایران عراق شکل گرفته. حریفمون از بغداد عراق، یعنی از شهر بغداد توی عراق، و بازی ایران عراق شکل گرفته. چه ترکیبی هم داره. اینجور که دفاع چوشینده ما راحت میتونیم از پشت محوطه گل بزنیم، ولی تنها چیزی که داره اینه که مهاجماشو 5 تا، یعنی آدم آورده جلو میخواد به ما گل بزنه اما نمیدونه که ما میخوایم ببریمش. دوستان عزیز و ارجمند، ما سانچو بازیکن جدیدمون میخوام بهتون معرفی کنم. چند تا بازیکن جدید آوردیم. فوفانا یکی بازیکن جدیدمون، آلاوا که بهتون گفتم خیلی باحاله، همه جا میتونی ازش استفاده کنی، اوورالش یعنی بالا بهتون میده اگه بازیکن کم آوردین. دیویز هم بازیکن جدیده. خب آقا بریم سراغ بازی. اینم کیت ما، کیت کلاسیک تیم ملیه. کیت دوممون هم میتونیم بگیریم اما من به نظرم کیت اولمون رو بگیریم که بازی جذاب‌تر بشه. بریم سراغ بازی. اما قبل از اینکه بریم سراغ بازی، مثل همیشه پیش بینی کنن که قرار این بازی چند بشه، آیا ما میبریم یا میبازیم. به نظر من ما این بازی رو، من میگم این بازی رو ما 4-2 میبازیم. ببینیم که بالاخره تلس شکسته میشه که ما ببازیم یا نه، اما به نظر من ما همچنان برنده ایم. بریم تو دل کار ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم. اندیدی میبره به اونور، حالا اونور مسی به چه پاسی میداد اونجا مسی واسه لواندوفسکی. ای من حواسم نبود ما بعد از پشت محوطه گل بزنیم. یه لحظه من حواسم پرت شد. دوستان اونجا مسی رو گرفتن، مسی چرخ میزنه، توپشو میزنن متاسفانه. چیه این؟ چقدر آلابا خوبه این؟ چقدر این آلابا خوبه؟ یا ابوالفضل شانس آوردیم، چرا بازیکن ما اینجوری کردن؟ چقدر خدا وکیلی کیت دروازه‌بان ایران اون موقع قشنگ بودش. خیلی دوست دارم کیت دروازه‌بانشو. طراحی خاص و باحالی داشتش. اگه ما از پشت محوطه گل نخوریم خوبه. ابوالفضلی توپرم به لیواندوفسکی نمیرسونیم. من دارم همچنان رو به وسط بازی میکنم. شانس آوردیم که گل نخوردیم از این عراقی که پدر سوخته. چقدرم عراقی بهمون میفته. اون موقع هم بهمون یه عراقی افتاده بود توی اولین بازی آنلاینی که با PS22 یا همون eFootball22 بازی کردیم، یه عراقی بهمون افتادش. بازی رو انجام دادیم، برسون بهش. آها اونجا یک دو برسون رو به اونور. چقدر بد پاس داد لواندوفسکی. اون اول کار میتونستم بهت یه گل بزنم اما دیگه چون ما چیز کرده بودیم گل دادیم که دیگه از اینجا گل. یا ابوالفضل میخواستم بگم از اینجا گل نمیشه، داشت گل میزد. اگه من یه رونالدو داشتم کارو تموم میکردم. خوش به حالت که رونالدو داری. من فقط حسرت اینو میکشم که چرا این انگل به من هالندو ندادش. ای کاش میداد هالندو. گلو خوردیم که آقا، گلو خوردیم، بعدم خوردیم. من یه پله میکشم بالا چون به نظرم یه کمی یه بازی داره بد میشه. ما داریم همش مسخره بازی در میاریم و این عراقی هم ما رو ول نمیکنه دیگه. آلابا رو نمیتونی بزنی بری که ما ماشاءالله آلابا میرسونه اونور به مسی. مسی یک چرخش پاسش رو میده اونور به لواندوفسکی. لواندوفسکی به چقدر داره بد بازی میکنه این لواندوفسکی. اعصاب ما رو خورد کرد. میبرم به اونور، حالا مسی یه چرخ میزنه، نمیتونه چرخ بزنه، میرسونه به اون ور. خود مسی یک دو انجام داده. والا خود مسیو میزنن. بگی توپشو. این استرلینگ آخر سر زهر خودشو میرسه. ببین میریزه. ببین کی من گفتم این استرلینگ پدر سوخته است. تیم عراقو میگم ها، یکمی داره اذیت میکنه. یکم که چرس کنم. یا ابوالفضل دفاع رو دیگه داشته باشه. ابوالفضل ما ماشاءالله بگیرش، برسون. چقدر ما داریم بد پاسکاری میکنیم، دلیلش رو نمیدونم. خداییش میرسونه حالا به وسط تر مسی. ای بابا حالا ما توپ رو گرفتیم، یه شوت میتونستیم بزنیم که نزدیم متاسفانه. اونم مسی داره، من تازه الان دیدم. بابا ولمون کن تو رو خدا. اما ماشاءالله برسون رو به جلو، میرسونه لیواندوفسکی. لیواندوفسکی از اون سمت نیمار حرکت میکنه، بازیکن هم تیمیش نمیتونه راش بندازه. خود نیمار، ای بابا اینجوری که من دارم بازی رو نگاه میکنم عمرن اصلا ما یه گلم بزنیم. ابوالفضل چه گلی خوردیم، چه گلی زد بهمون. چقدرم بد گل خوردیم. ببینم
ناکل شات هم خوردیم. حالا میرسونیم به لیواندوفسکی دیگه خدایی خطاه. بزن شوتو. وو! آقا کورنل هم حسابه. حالا که اینجوری شد کورنل هم حسابه. ما با عراقی ها رو نمیدیم. مثلا فکر میکنی اینجا رو بگیری من نمیتونم گل بزنم؟ گلتو خوردی، تموم شده رفته. نه تموم نشده متاسفانه. چقدر من دارم بد بازی میکنم، اما خاک تو سرت بابا، بگیرش دیگه. این استرلینگ آخر سر زهر خودشو میریزه. ببین کی گفتم این، فقط من کی گفتم این استرلینگ زهرشو میریزه. چه گولی هم زد بهمون. استرلینگ نبود، من فکر کردم استرلینگ. آخر سر فهمیدیم امباپه است. من به نظرم خیلی داره وضعیت وخیم میشه. بیاین بریم جلو ها، از جلو آقا گل بزنیم. به نظر من خیلی داره وضعیت وخیم میشه. ما نباید به عراقی ها رو بدیم انقدر. دیگه اینا دارن پررو میشن. به نظر من بیاین گلو بزنیم. ای بابا ولش کن، ولش کن، وضعیت وخیم. من باید ترکیبو اصلا ادوانسور رو نچیندم. من میگم چرا انقدر دارم بد بازی میکنم، نگو ادوانسور رو نچیندم. آقا نیمه دوم شروع شد و ما اندفعه اومدیم که خداوکیلی دیگه کار رو تموم کنیم، یه گل رو بزنیم دیگه. آبرومون رفتش. آموشالاس یک کاش بزن گلو. چجوری اینو گل نزدی؟ آقا ولی خداوکیلی داریم خوب بازی میکنیم. من اگه عقب میموندم بدتر از این بازی میکردم مطمئنا. 6 تا هم میخوردیم، نوش جون میکردیم. یک سانت قشنگ لیواندوفسکی، چرا نزدی اینو؟ اه نگاه کن تو رو خدا. خط آفساید پر نکنین. یا اول فضل چجوری داره بازیکناش قشنگ واسه شوت میزنن من نمیدونم. خدا وکیلی برسون فقط تو رو به جلو. اما شالا را بنداز بازیکن بغلی تو. برو بریم واسه گلزنی. اما شالا پاسو بده. اما شالا گل اول رو زدیم. من متاسفانه من شوکم کمی ناجور شده. دقیقه 60 بازی آقا، مسی باید بیای بیرون. موسیالا چقدر بازیش خوبه خدایی. من فکر کردم اینو گرفتیم اصلا به دردمون نمیخوره. اما شالا تو برات کن. اما شالا برو بری. آقای سانچو حرکت کرده. سانچو کم شل کن. اما شالا پاسو نگاه گلو نگاه. موسیالا گلو به ثمر میرسونه. اینه تعویض طلایی که میگن. اینها تعویض طلایی میگن. اینه آبا پاس تو بده دیگه، شب شد. یا امام هشتم و نهم و دهم. تیر دروازمون به لرزه در آمد. جلوشو بگیری نذار انسان کنه. یا اول فضل رونالدو. شانس آوردیم آقا. من باید گنبری رو بیارم به جای نیمار. آهان حالا اونجا یک سر توپ، یک پاسش رو میده. اما شالا برسون رو به اون ور. اما شالا برسون به وسط. لیواندوفسکی میچرخه، یک شوت میخواد توی دروازه. کامبک رویایی. ببین من دارم چیکار میکنم باهات که رفتی استوب بدی بری ترکیب تو عوض کنی. یا ابوالفضل امباپه رو بردش نوک گذاشت. اما شالا ببر اون ور. خوبه خود دیویز میخوام شوت کنه، میزنه. اون یه دیپینگ شات خوشگل میزنه. ای کاش که این دیپینگ شاتش گل میشدش، خیلی قشنگ میشد. اگه گل میشد یا ابوالفضل عباس یکی امباپه رو بگیره. ماشاءالله آقای عبدالله جاش دادن این ترکیب خالی است. ای کاش که ما این بازی رو ببریم، خیلی خوب میشه. اگه ما این بازی رو ببریم، یک پاس وای. خدا وکیلی سانتو داشتی؟ به این سانت چه نمره ای میدید آقایون حرفه‌ای؟ لطفاً نظر خود را اعلام بفرمایید. اونجا باید حرکت کنیم. یه لبه خط قشنگ میخوام بندازم. اگه بره عالیه. رفت خدا وکیلی گله. اما ماشاءالله سر توپ. یا ابوالفضل اینترنت ضعیفه. وای به کی داد؟ وای که به کی دادش این اسکل؟ خیلی خنگی واقعا. وای کارمون تمومه. دیگه کارمون تموم. چی شد؟ خطا روی سلا گرفته شد. آره 100% من مطمئنم تو تبانی کرد. یعنی اگه جز این باشه باید شک کرد بهش. آره بده همینجا. یا ابوالفضل چجوری سریع فرار کردش اون؟ یکی بگیرش. وای آقا چی مساوی شد. خدا رو شکر که ما
مساوی شدش و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. درسته که من چالنجو انجام ندادم اما آبروی ایران رو مهمه که ما حفظ کردیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایک و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث انرژی حتما لایک کنید ویدیو رو که به انرژی مضاعفی به ما میدین و میشناتون واسه پارت های بعدی مایکل هاپر که دوستش دارین بگید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.